از این به بعد هر قتلی صورت بگیره هر دوی ما مقصریم. شما نازنین خانم با صدفان الهام تو یه ماشین، شهابم با سروان شایان تو یه ماشین دیگه. راه میافتیم به طرف شهرک. اگه اینجا پیداش نکنیم شب جمعه تو شهر گیرش میاریم. پدرام واسه اولین بار اونجا باهاش آشنا شد. مهدی ما رسیدیم. کجایی؟ کجا؟ آها دیدمت اومدم. جناب سرکو دروازه از اینجا تشریف بیارید. یا الله. سلام بفرمایید. سلام. ببخشید نمی‌خوام. خواهش می‌کنم بفرمایید. از این طرف. ببخشید. خواهش می‌کنم. از این طرف. سلام قربان. سلام. ببینم صابونه مطمئنه؟ بله باش صحبت کردم همه اینگه. باجه تلفن کجاست؟ اون طرف نبش خیابون. به مورد خاصی بر نخوردی؟ نه همه چی عادی و معمولیه. مهدی خیلی باید حواست جمع کنی. بله قربان. سلام قربان. سلام امیر. خسته نباشی. شما با هم چیم؟ متشکرم. بقیه بچه ها کجا؟ همین هلوش پخش هم. خودت همینجا بیکار وایسادی به چک میکنن. زنی بزن ستون بریاد تسر خرتپرت برات بیاره همینجا بسات کن. چشم. خیلی خب. منم میرم همین دور رو برم. چشم. بگین بیا من اینجا. سلام. سلام. غذا حاضره خیلی گرسنه‌ام. الان آماده میشه. بله. چی؟ کجا؟ خیلی خوب الان خودم میرسونم. من باید برم. چی شده؟ هیچی. کی برمیگردی؟ معلوم نیست. سلام حسن باشی. سلام حسن باشی. به زودی هم من و هم شما کارمون از دست خواهیم داد. سلام. سلام. باورت نمیشه سرگرد. وقتی که شب میشه از اینکه هر لحظه ممکنه تلفنم به صدا در بیاد وحشت میکنه. خب شما فقط شبا مشکل دارین. من مشکلم روزام هست. همه ازم توضیح میخوان، از فرمانده و خبرنگارا گرفته تا مقامات بالاتر. فکر میکنی کی تموم میشه؟ نمیدونم. به نظر خیلی خسته میای. ای کاش فقط خسته بودم. داغونم. Thank you.
اومدی؟ آره. چی شد علی؟ علی بایسته با تو هم بازم یکی دیگه؟ آره. چی داری بگی جناب سرگرد؟ از صبح فقط دارم جواب تلفونا رو میدم، هیچ حرفی هم برای گفتن ندارم. دفتر فرماندهی، وزارت کشور، دفتر رئیس جمهور، خبرنگارا، مطمئن باش حیثیت تو به عنوان یک افسر برای من خیلی مهمه، ولی امنیت جامعه از همه اینا برای من مهمتره. خوام پرونده رو از دستت بگیرم. نظرت چیه؟ همه ما تحت فشاریم، مردم از ما امنیت میخوان. بگو میخوام برم، نظر خودت چیه؟ شما که ظاهرن تصمیمتون رو گرفتین، فکر نمی کنم نظر من دیگه اهمیتی داشته باشه. اگه نظرت برام مهم نبود که صداد نمیکردم بیا اینجا، یه نامه میزدم و پرونده رو ازت میگرفتم. اون چی که برای من های اهمیته اینه که جلو این سری جنایت ها گرفته بشه، حالا چه توسط من چه توسط کسی دیگه. به هر حال فکر میکنم داریم بهش نزدیک میشیم، چون براش تومه گذاشتیم. حالا کی نتیجه بده خدا میدونه. به هر حال تنها کاری که میتونم برات بکنم اینه که 72 ساعت بهت مهلت بدم. میدونم زمان زیادی نیست، ولی با شرایطی که ما داریم هر یک دقیقش هم خیلیه. حالا ببینم چی کار میکنی. اجازه بدین چی هست؟ جناب سرکار به سوالات همه شما پاسخ میدن. اجازه بدین چی هست؟ همه شما رو پاسخ کنن. اجازه بدین خودشون تشریف بردن. جناب سرکار خودشون تشریف بردن. بفرمایید جناب. چیه جناب سرمان، چه خبره؟ خبرنگار راجع به اتفاقات دیشب سوالاتی از شما دارم قربان. بفرمایید. دیشب یه قطعه دیگه اتفاق افتاد جناب سرگو، فکر کنم قطعه تو کی میخواد ادام پیدا کنه؟ نمیدونم، ولی به هر حال ما داریم تلاش خودمون رو میکنیم. 15 روز 6 قطعه، هیچ فکر کردین اگه تا یک سال اونا رو گیر نیاریم چند نفر کشته میشن؟ توصیه شما به جوونا چیه جناب سرگو؟ به هیچ وجه با افرادی که نمیشناسن ارتباط برقرار نکنن. فکر میکنین این راه حل مناسبیه؟ در این شرایط و اصولا در همه شرایط بله. مردم میخوام بدونن پلیس برای امنیت جامعه چی کار میکنه؟ پلیس قبلا هم ثابت کرده که حاضر حتی جونشو بده. این کافی نیست؟ فکر نمیکنین شرط اقتصادی عامل اصلی این جنایت ها باشه؟ به هیچ وجه. پس برای چی سرقت میکنن؟ این قاتلی که شما میگین انقدر دزدی کرده که میتونه تا آخر عمرش با خیال راحت زندگی بکنه، ولی با این حال داره به دزدی خودش ادامه میده. چرا؟ پس نمیتونه شرایط بد اقتصادی و مالی باعث این کار شده باشه. من دیگه باید برم. تا حالا به هیچ کس هم مظنون نشدین؟ خیر. حرف آخر. حرف آخر این که تا حالا مجرم و خلافکاری پیدا نشده که بتونه از چنگ قانون و عدالت در بره، که حالا این دومیش باشه. سلام باشید. کفشاتون رو بدین یه باکس مش براتون بزنم. مزه نریز، وقت این حرفا رو نداریم. ماجرای جنایت دیشبشو که شنیدی؟ بله. هیچ بعید نیست ماشینی که دزدیده امروز ببره یه گوشه کنار قایم کنه. خوب حواستو جمع کن. چشم. منم این دورو برم. باش.
خسته شده جناب سروان؟ نه تو فکرم فکر این که قراره تومه بشین؟ نه بیشتر از این میترسم که نکنه بی خودی داریم وقتمون رو هدر میدیم. ولی من دلم روشنه گیرش میاریم. بیشتر تو این فکرم اگه گیرش آوردیم نکنه یه بلایی سر شما بیاره. تو مثل این که ما رو خیلی دست کم گرفتی نه؟ آخه اونام که کشته شدن کم آدمایی نبودن. حداقل پدرام و نیما رو میدونم که باشگاه میرفتن ورزش میکردن. تو دعا کن گیرش بیاریم، اونای سیاد مهم نیست. ولی هرچی نباشه شما با یه قاتل حرفه‌ای طرفی. حالا تو چرا اینقدر اصرار داری تو دل منو خالی کنی؟ بهتر حواسمون به اطراف باشه. اطاعت میشه قربان. الهام جون میتونم برای اینکه حوصله‌مون سر نره چند تا سوال بپرسم؟ حتما. این الهام اسمتونه یا فامیلیتون؟ نه فامیلیمه، اسمم خاطره است. وای خاطره، چقدر قشنگ، خیلی هم کم شنیدم. بعد خاطره جون پلیسی شغل خوبیه؟ خب چرا که نه، تو چی فکر میکنی؟ من فکر میکنم باید خیلی هیجان انگیز باشه. آره خب زیاد. اون وقت هر کی بخواد میتونه پلیس شه؟ اگه شرایطش داشته باشه چرا که نه. شرایطش چیه؟ میدونی باید عاشق کار پلیسی باشی، مثل هنر، نقاشی یا هر چیزی که بهش علاقه داری. باید پلیس به دنیا اومده باشی وگرنه نمیتونی دووم بیاری. پس شما عاشق کارتونی؟ آره خب، وگرنه خب خیلی کارهای دیگه هم هست که میتونیم انتخاب کنیم. من پلیس بودن انتخاب کردم. وایسا وایسا نگه دار. کجاست؟ اونها اونجا نشسته، فکر کنم خودشه. برو پیشش اگه مطمئن شدی خودشه، هر جور شده بیارش تو ماشین. نگران نباش، من خودم یه خود پلیس شدم. بودو ببینم چی کار میکنی. سلام جانم سرگرد، ما پیداش کردیم. بله بله، نازنین رفته بیارش تو ماشین. باشه چشم، من با تون تماس میگیرم قربان. نه خداحافظ. خرید بعدش هم اینجا یه چیزی بخورم و همین. چه جالبه، تو هم من دوستم داریم میریم با هم یه چیزی بخوریم، تو هم بیا. نه من روم نمیشه. اینقدر دختر ماهیه خوشحالم میشه. آخه مزاحمتون میشم. آخه نداره دیگه بودو. خوشبختم. چقدر خوب شد دیدم تو پارک. آره شب چطوره؟ عالی. خب دیگه چه خبر؟ سلامتی خبری نیست. ماشین که نداری؟ نه.
پس را بیو فلهام جون. نه من مزاحمت نمیشم. این چه حرفیه؟ میریم با هم یه چیزی میخوریم خوش میگذره. خب از دوستان چه خبر؟ همگی خوبن. اون پسر پدرام قاتلش پیدا شد؟ نه طفلی، ولی پلیسا دنبالشن، حتما هم میگیرنش. گفتی شهاب خوبه؟ عالی، تا منو داره چرا باید بد باشه؟ وای ببین من اصلا حواسم نبود باید زودتر برم خونه. چرا؟ شاید پوپک جون با من راحت نیست. نه این چه حرفیه الهام جون؟ اسم من النازه. پس نازنین گفت الهام. نازنین بس که گیجه. من گفتم الهام. اب نداره، الهام و الناز خیلی فرق نمی کنه، من عادت دارم. خب به هر حال میشه من رو برسونین چرا فرمانیه؟ آخه اذیت نکن دیگه پوپک، بیا با هم میریم یه جای قهوه یه چیزی میخوریم بعدم میرسونیم. نه جونه تو، ببین من اصلا حواسم نبود، ماما نوبت دکتر داره، میدونی که قلبش ناراحته. خب اصلا میریم با هم میبریمش دکتر. نه عمو میاد دنبالم، با هم میریم. باشه پس باید قول بدی که یه قرار حتما با هم بذاریم. باشه حتما. شب کجایی؟ شب اگه کار نداشتم به زنگ میزنم. خب اصلا یه کاری میکنی، تو شماره تو به من بگو، من میزنم تو موبایلم، بهت زنگ میزنم که تو هم شماره منو داشته باشی. ببین دو روز موبایل من قطع شده. بیا زنگ شماره تو بنویس روی. من به زنگ میزنم. حتما بزنی ها. باشه. خب خیلی از دیدارتون خوشحال شدم. خب همینجا خوبه؟ اما چند تا گاف گنده دادی؟ از بس خنگم. الناز الهامو میگی؟ کاش فقط اون بود. چرا بهش نگفتی نیما کشته شده؟ اون منتظر همین جمله بود، واسه همین شک کرد از ماشین پیدا شد. منم اومدم بگم، دیدم بدتر میشه. خیلی خراب شد. بی سوارشو برو، من پیاده میشم. خواهی چی کار کنی؟ باید برم دنبالش، اگه الان تعقیبش نکنیم دیگه نمیتونیم پیداش کنیم. بود باش. کجا میرید خانم؟ صدفان الهام هستم از پلیس آگاهی. آقا لطفاً اون تاکسی رو تعقیب کنید. ولی قیافتون به پلیسا نمیخوره خانم. شما چیکار به قیافه من دارید آقا؟ حواست باشه اون ماشین رو گم نکنی. چشم. آقا اگه نمیتونی تعقیبش کنی بزن کنار من بشینم. ببخشید باید کارنامه سازمان تاکسی داشته باشید. نگران نباشید، من خودم 30 سال ران تاکسی هستم. باشه ببینم چی کار میکنی. خانم تا اونجا راه خیلی زیاده، 10 تومن میشه. اشکال نداره پولشو بگیر. شکلات میخوری؟ نه خیلی ممنون. میگم حالا چرا این همه راه رو با آژانس نرفتیم؟ آقا نارنگی خیلی قور میزنی، یا ناراحتی من جلوی آژانس پیاده کن. نه خانم میرسونم اتون. آخه میدونی من تا حالا اون طرف ها نرفتم.
حالا برو. چی میشه مگه؟ یه راه جدیدم یاد میگیری. آره خب آدم صبح که از خونه میاد بیرون نمیدونه قسمتش کجاست. سلام جناب سرگرد. نه با همون نیومد. من دارم تعقیبش میکنم با یه تاکسی، البته اگه آقا گمش نکنم. باشه چشم، خیالتون راحت باشه. نه خداحافظ. سلام، شما بی خود تو خیابون نچرخید، من دارم تعقیبش میکنم. باشه خودم حواسم هست. به شهاب بگو به نازنین زنگ بزنه بیاد پیش تو ماشین و ازش بگیر. فقط تو رو خدا یواش برو، به جایی نخوره ها. خب به خاطر اینکه من ماشین رو تحویل گرفتم. نه خدا حافظ. بهش میگی یواش برو، بهش بر میخوره. ببخش خانم با من هستید؟ نه آقا، شما تا میتونین تون بریم. دیگه نمیشه که بهش بچسبم خانم. اون وقت میفهمه که داریم تعقیبش میکنیم. لو میره. هر جور میخواییم بریم بریم، فقط گمش نکنیم. چشم. تیر اندازی بیر اندازی میخواه نباشه خانم. من 7 سر آیله دارم، دختر پسر قد و نیم قد، همه شون هم دمه وقتن. آخه دوست دارم عرصیش رو ببینم. نه ترس آقا، تیر اندازی بیر اندازی نمیشه. خدای نم از امروزمون، خودم و بچه همون به تو سپردم. آقای راننده یه نوار بذار گوش کنیم، راه طولانیه. نوار؟ نوار ندارم. میخوایم رادیو رو روشن کنم؟ روشن کن، بهتر نالایی شماست. یه هشدار رو در خدمتتون هستم، بازم یکی دیگه از قتلای سریالی. شنوندگان عزیز حتما در جریان هستین که ظرف 2 هفته اخیر چی شده و نشده. البته فرمانده محترم نیروی انتظامی ضمن هشدار به خانواده‌ها اعلام کردند که ماموران محترم آگاهی با جدیت تمام دنبال مسببین این جنایت‌ها هستند. گیرشون میندازن، دستگیرشون میکنن، بعدش هم خودتون میدونین که این ترازوی عدالت با این مجرمین چه خواهد کرد. بذارید بریم و برگردیم، در خدمتتون هستم تا ساعت 7 شب. هشدار. ان شاء الله خدا نابودشون کنه. کیو نابود کنه؟ این قاتلا رو دیگه باید بگیرن وسط میدون توپخونه اعدامشون کنن. تو چرا حس میکنی؟ خب بابا آدم این چیزا رو میشنوه ناراحت میشه دیگه. ناراحت میشه گوش نکن. نه بذار ببینیم چی میگه. همراهان و شنوندگان عزیز، متاسفانه شب گذشتم با خبر شدیم که یه جوان دیگه ای توسط این جنایتکار یا جنایتکارا به قتل رسید. گوش کردی دیگه؟ خاموشش کن. فکر کردم که چرا یه انسان به خودش اجازه میده جون یه انسان دیگه رو بگیره. البته آقای راننده من میخوابم، هر وقت نزدیک شدیم صدام کن. چشم خانم.
سلام جناب سرگرد. ما خونه رو پیدا کردیم. بله بله دقیق. لطفاً گوشی رو نگه دارید بدم آقای راننده آدرس دقیق اینجا رو بگی خدمت. آدرس دقیق اینجا رو بگی. در ما دیگه اینجی بیفایده است. اونا برای که رد گم کنن از این منطقه زنگ میزدن. محل سکونتشون جای دیگه است. سریع سوار شو بگم. اطاعت. حسن آقا. آقا. نمیدونم چجوری تشکر کنم. از همکاریتون ممنونم. خیلی مدت به زحمت. خیلی لطف. موفق باشید. امیر بیا. ستون باید کجایی؟ خیلی خوب الان میام اونجا باید بریم جایی. نه بهت میگم. الان که داشتم با تاکسی می اومدم تو رادیو داشتن در مورد ما می گفتن. روزنامه هم همه شون در مورد ما نوشتن. امروز می دونی کیا دیدم؟ اون دختره بود اسمش نازنین بود. اونو دیدم. با یکی از دوستاش بود. کلی اصرار کردن که برم باشون دور کنم ولی نرفتم. البته دوستش دختر بودا. اسمش هم الناز بود. میدونی چرا نرفتم؟ ترسیدم. آخه اون دفعه که نازنین منو دید فوری در مورد پدرام که کشته شده بود به هم گفت، ولی این دفعه در مورد نیما هیچی نگفت. من هم دیدم قضیه بوداره، بیخیال شده. میگم میخوای یه چند روز اون برای آفتابی نشم ها؟ نازنین شماره شو داد که بهش زنگ بزنم. چیکار کنم؟ بزنم؟ Thank you.
کارشو میکنی قربان؟ فعلا نه. چرا؟ چون جایی هیچ گونه اشتباهی وجود نداره. اونا باید در حین کار دستگیر بشن، چون ممکنه همه چیزو انکار کنن. بعد ما که هنوز مطمئن نیستیم. بله خب. خیلی خب. شما با این آقا برین، ما اینجا میمونیم. نیازی نیست اینجا بمونه؟ نه، نیازی نیست. اینجا خلوت باشه بهتره. فقط با سروان تماس بگی، بگو گوش به زنگ باشه. خودت هم همینطور. فردا روز پرکاری رو در پیش داریم. بله چشم. خب ما چقدر تقدیمتون کنم؟ قابلتون نداره آقا. هر چقدر دادین خودت برکت. خواهش میکنم، ممنونم. آقا بفرمایید، این خدمت شما. این چه خیلی زیاد شد. اشکالی نداره. دستتون درد نکنه. خواهش میکنم. بریم بچین. سلام نیما، چطوری؟ نه هنوز که چیزی معلوم نیست. نه اینجا بهت نیازی ندارم، باید بالا بمونی. فقط چند تا کار هست که باید انجام بدی. ببین میتونی از طریق دادستانی یا شهاب خونه ویلایی پیدا کنی؟ آره، فقط یادت باشه این خونه ویلایی به هیچ وجه نباید خالی باشه، باید پر اساس باشه، اونم اشیاء قیمتی. آره، فردا که دختر اومد بیرون ما تعقیبش میکنیم. بعد نیمه های رای جوری تو سر راش سبز میشی. هر کاری داری امروز انجام بده، کاری رو برای فردا نذار. آره برو ببینم چی کار میکنی. به نیمه گفتم واسهش تومه بذاره. عجب و جوبهیه. آره، فقط باید ببینیم همدستم هم داره یا نه. حمید یه کاری بکن، برو یه سر گوشی آب بده، ببین برای مراقبت از این منزل به نیروی اضافی نیازی هست یا خودتون کافی هستی. حتما. برو ببین امیر. بله. برو ببین موقعیت خونه، همسایه ها، نام مالک، میتونی چیزی از این چیزا سر در بیاری؟ چش باش. فردا بیدار شدی برو شهرک. میترسم اون دختره بازم منو ببینه. ببینه بهتر. باش برو نشونیشو گیر بیار. یه کاش تمومش میکردی. من دیگه حالم از خودم به هم میخواد. زیر لب حرف نزن، بلند بگو بشنوم. گفتم دیگه حالم داره از خودم به هم میخوره. خب اشکالی نداره، حال منم ازت به هم میخوره. یه آدم ها اونجورام که تو میگی بد نیستن. تو چه میفهمی خوب و بد چیه؟ فقط کافیه من یکم دیر برسم تا همین آدمای خوب و نازنین مثل یه حیوان بهت حمله کنن. من دلم به حالشون میسوزه. تو دلت به حال خودت بسوزه. الانم بهتره دهنتو ببندی. حوصله ی حرفاتو ندارم. کیا؟ چیه؟ بیا تمومش کنیم. واقعا دوست داری تمومش کنی؟ آره.
پس بهتر خفشی و انقدر رو حساب من راه نریم. من نمیدونم تو دنبال چی هستی. هرچی که میخواستی به دست آوردی دیگه، چی میخوای؟ مسئله من فقط پول نیست. اونا یه مش آشغالن که باید دنیا رو از وجودشون پاک کرد. نه خیر، اینطور نیست. فکر میکنی ما چی هستیم؟ ما آشغال نیستیم. تو اینطور فکر میکنی. خفشو. تو داری از آدمای انتقام میگیری که هیچ ربطی به سرنوشت تو نداشتن. اگه بابات مرد، اگه پولاتو از دست دادی، اگه تحقیرت کردن، اگه اونی که دوستش داشتی ولت کرد، خب به کسی چه مربوطه؟ تو خودت هم مقصر بودی. تو به من گفتی فقط میخوای پولایی رو که از دست دادی دوباره به دست بیاری و من اصلا نمیدونم که چی شد تو تبدیل شد به یه آدم کش. زندگی نبود که به من قول داده بودی که درست میکنی. نامزدت ولت کرد رفت، ولی این من بودم که با تو موندم، نه به خاطر اینکه زنت هستم، برای اینکه بهت علاقه داشتم. فکر میکنی نمیتونم ولت کنم برم؟ تو بیماری. خفه شم. تو حتی خودت هم نمیدونی داری چیکار میکنی. تو دیگه از هیچی لذت نمیبری به جز کشتن. زبون ساده میاد. خفه شو. یه کاری بکنیم. یه فکر بکنیم ها. یه کاری. خفه شو. میخوای بریم دکتر؟ یه دکتر خوب خودم پیدا بکنم برات. خفه شو. کیا؟ یه فکری نکنی. یکی از همین روزایی که میرم بیرون میرم و دیگه بر نمیگردم، میرم دیگه پشتم رو نگاه نمی کنم. میرم از این زندگی لعنتی میرم.